متا با 21 آیه 12 بعد رو میخوایم بخونیم ولی دیدیم ورود مزفرانه عیسی مسیح رو و بعدا توی متا نمی نویست ولی توی لوقا 19 میگه که چند ساعت بعدش چه اتفاقی یا چند دقیقه بعد چه اتفاقی افتاد میگه پس چون به اورشلیم نزدیک شد و شهر را دید آن گریست و گفت کاش که تو حتی تو در این روز تشخیص میدادی که چه چیز برایت صلح و سلامت بر مقام می آورد اما افسوس که از چشمانت پنهان گشته است زمانی فرا خواهد رسید که دشمنانت گرداگرد تو سنگر خواهند ساخت و از هر سو محاصرت کرده عرصه را بر تو تنگ خواهند نمود و تو و فرزندانت را در درونت به خاک و خون خواهند کشید و سنگ بر سنگ بر جان نخواهند گذاشت زیرا از موعد دیدار خداوند با خودت غافل ماندیم و میبینیم که سی سال بعد از این گفته و این گریه این اتفاق میفته که حالا در متا 24 بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد که چطور اومدن محاصره کردن و در واقع خون و خرابی اومد در اورشلیم و اون در هفتاد میلادی اتفاق افتاد الان بریم آیت دوازده تا چهارده رو بخونیم آنگاه عیسی به صحن معبد خدا درآمد و کسانی را که در آنجا داد و ستد می‌کردند بیرون راند و تختهای صرافان و بسات کبوتر فروشان را واژگون ساخت و به آنان فرمود نوشته شده است که خانه من خانه دعا خوانده خواهد شد اما شما آن را لانه راه زنان ساخته اید در معبد نابینایان و لنگان نزدش آمدند و او ایشان را شفا بخشید میبینیم که اینجا خداوند عیسی مسیح داره شفا میده ولی در این حال زد به هم ریخت و عصبانی شد خیلی میگن که عصبانیت گناه عصبانیت به خودی خود گناه نیست میدونید عیسی مسیح اینجا عصبانی شده خدا خشمگین میشه و این در کلام نوشته شده ناراحت شدن حتی اینا گناه نیست ولی برای چی عصبانی میشیم در عصبانیت چه کار میکنیم اونها هست که میتونه باعث گناه بشه ولی اینجا عیسی مسیح میبینیم که این امر واقعا اذیتش میکنه که این خانه خداوند خانه دعا باید باشه ولی شده لانه راهزنان و برای همین همون کاری رو میکنه که تقریبا سه سال پیش انجام داده بود در اوایل خدمتش باز میبینیم در یوحنا باب چی هست باب من اینجا نوشتم دو در یوحنا باب دو چنین کاری کرد که باز ریخت همه چیز رو به هم و یادتون نره که صدوقیان بودن که مسئول معبد و تدارکات و خرید و فروش معبد و اجزا و بره و کبوتر و هر چیزی که میفروختن پول میرفت برای صدوقیان برای همین بود که فریسیان معمولا خیلی مؤمن بودن مثلا خیلی خدا ترس بودن و معلمین خیلی باوقاری بودن لاقل در ظاهر صدوقیان خیلی لیبرال بودن و پنج کتاب اول عهد عتیق یعنی تورات رو فقط قبول داشتن به روح و دیو و نمیدونم فرشته و زندگی بعد از مرگ و قیامت و این اصلا اعتقاد نداشتن و از اونجایی که اعتقاد نداشتن خیلی هم راحت تر بود براشون که پول مردم رو بقاپن و ازشون بدزدن و اینجا رو تبدیل به خانه راهزنان بکنن لانه راهزنان بکنن و پول در می و کلی پولدار بودن صدوقیان خیلی پولدار بودن یکی از دلایل اصلی که صدوقیان مخصوصا میخواستن ایسای مسیح از بین بره نابود بشه این بود که احساس می‌کردن که شاید منافع مالیشون به خطر بیفته و اگه مردم شورشی چیزی شروع بکنن شاید رومیا بگن ببین شما یهودیان انگار نمیتونید خودتون مردم خودتون رو کنترل بکنید پس بیاید از شما بگیریم حتی معبد رو بگیریم یا خیلی چیزای دیگه که مسلم اتفاق حتی افتاد در هفتاد میلادی که اصلا نابود کردن کل اورشلیم رو از بین بردن یک میلیون و بیشتر فکر کنم کشته شدن ولی اینجا عیسی مسیح میاد همه چیز رو به هم میریزه چرا که یک غیرتی برای این کار داره نمیخوام بگم که اگه ما غیرت داریم باید چنین کاری بکنیم ولی میخوام بگم که لاقل چنین احساسی رو بتونیم داشته باشیم یعنی عصبانی بشیم اگه چیز گناه آلودی میبینیم اگه عصبانی نمیشیم یه جای کار میلنگه من دوتا دو تا بچه دارم بچه کوچیک هستن کارتون نگاه میکنن کارتون ها خیلی خوبه ولی هر از چندگاهی هست که من عصبانی میشم میبینم که ببین بی خدایی رو دارن از طریق کارتون ها حتی دارن میارن تو خونه های مردم و بچه ها دارن نگاه میکنن حتی فیلم هایی که بیرون میاد که مثلا بچه های پایین 13 سال حتی میتونن برن نگاه بکنن اینها رو میبینی که خیلی فیلم های عجیب غریبی و انگار نمیخوام بگم شیطانیه ولی انگار روش شیطانیه و بچه ها کم کم جای دیگه میرن یا حتی به دور بر نگاه میکنی میبینی که گناه خیلی زیاد شده مرد نمیدونی که مثلا مرد زن نمیدونم زن مرد چیه قرار قاطی با هم دیگه خودشون تو مدرسه های تو آمریکا باید تصمیم بگیرن من میخوام مرد باشم یا میخوام زن باشم میخوام پسر باشم یا دختر باشم یعنی افتضاح داره میشه اگه اینها و خیلی چیزای بدتر حتی ما رو عصبانی نمیکنه یه جای کار میلنگه چون که اگه ما میبینیم که حقیقت و راستی زیر پا گذاشته میشه و کنار گذاشته میشه باید عصبانی بشیم نمیخوام بگم که بریم میزارو بریزیم رو هم دیگه ولی احساس ما لاغر بعد باشه که مثل این کار رو کرد سوالی هست یا ادامه بدیم برای به من یه سوالی داشتم اینجا که از صفت لانه راه زنان استفاده شده آیا دلیل خاصی هست که این صفت استفاده شده یا نه ببین راه زنان معمولا یه لانه ای داشتن که اونجا مخفی می شدن فس مخفیگاهشون بود و شاید ایسای مسیح میگه لانه راه زنان که بگه ببین این معبد برای شما یه لونه ای شده که فقط بیاین اینجا مخفی بشین که دیده نشه مثلا گندکار یادتون ولی در ظاهر ببخشید در باطن این هستین شما راهزنین در این دزدی میکنین ولی این مثلا لانه شماست یه دلیل دیگه میتونه داشته باشه اینه که در ارمیا 7 11 در مورد موعظه ای صحبت میکنه در اونجا ارمیا که این کلمه را استفاده میکنه لانه راهزنان که در مورد همون چیز و در مورد در مقابل دروازه معبد ارمیا اینو موعظه رو میکنه و همین کلمه رو استفاده میکنه پس شاید میخواد مردم رو به یاد ارمیا و معایزه ارمیا و شرایطی که در آن زمان بود که شبیه همین شرایط بود بندازه سوال دیگه ای ندارین؟ من یه سوال دیگه داشتم ام خب ما هم تو کلیسا سیدی کتاب مقدس میفروشیم آیا ما هم باید مثل ایسای مسیح جوری به هم بریزیم همه چیزو یا؟ سیدی های من رو میتونید بفروشیم مال دیگران گناه ببین خیلی سوال حساسیه جوابش هم خیلی حساس فکر میکنم باید باشه من میخوام فقط یه بدم که بدونیم که چرا عیسی مسیح عصبانی شد من فکر نمی کنم که عیسی مسیح همه چیز به هم ریخت چون که داشتن میفروختن چون که داشتن اونجا بره میفروختن دیگه و خب مردم اومدن اونجا کلام خدا را اطاعت بکنن بعد بره بخرن دیگه پس چیکار بکنن از کجا بخرن یا کبوتر حالا به دلایل مختلف کبوتر میخریدن ولی اینجایی که تبدیل به دزدی و راهزنی میشه اینه که این تیم یا کمیته و شورایی که داشتن چک میکردن اون برره ها رو گیر میدادن میگفتن این بره سالم نیست الکی گیر میدادن پس بعد بره ما رو بخری بره خودشون پنج برابر گرون تره داشتن اونجا بیزنس میکردن تجارت میکردن و یا میگفتن که ببین مثلا الان این بره ما رو که بخری با همون پول آم نمیتونی بخری چون که اون پول رومی روش عکس قیصر هست و میخوایم عبادت بکنیم اینجا عکس قیصر نمیتونه بیاد در معبد و اینا رو بخری با این عکس قیصر که مثلا غیر یهودیه پس باید تبدیل بکنیم پول تو پس ده دینار بده این میشه مثلا اندازه سه دینار بهش مثلا پول میدادن و از این طریق تبدیل پول باز پول در می آوردن برای همین که برای همینی که صدوقیان خیلی پولدار بودن مخصوصا حنا که فکر کنم 18 سال کاهن اعظم بود اونجا بعدش هم که الان بود در این زمان باز خودش خیلی پولدار بود و هنوز داشت ریاست میکرد اونجا یه حالتی مثل مافیا داشت یه تیمی بود اونجا کاهنین و نمیدونم کاهن اعظم و این خرید و فروش و عیسی مسیح داره کاربار اینها رو به هم میریزه و برای همین است که خیلی عصبانی هستن پس من فکر نمی کنم که اینجا اگه مثلا یه سی دی هست الان 10 دلار می‌فروشیم کتاب از طرف نداره از کجا بخره میاد مثلا 10 دلار میده یه کتاب مقدس می‌خره از تو کلیسا مسلما این خیلی عادلانه هست ولی اگه کتاب مقدس میشد مثلا 150 دلار رو بعد تبدیل بکنیم و هزار یک چیز دیگه اگه هدف میشد پول در آوردن برای کلیسا بله بازی سای مصیبت می اومد به هم ولی مسلما هدف این نیست بهم. مرسی بریم آیت 15 تا 17 اما چون سران کاهنان و علمای دین اعمال خارق العاده او را مشاهده کردند و نیز دیدند که کودکان در معبد فریاد میزنند هوشیانا پسر داوودا خشناک شدند پس به او گفتند آیا میشنوی اینها چه میگویند پاسخ داد بله مگر نخوانده که بر زبان کودکان و شیخارگان هم دو ستایش را جاری ساختی پس عیسی ایشان را ترک گفت و شهر خارج شده به بیت رفت و شب را در آنجا به سر برد اینجا مزبور هشت آیه دو هست که عیسی مسیح نقل قول میکنم و در واقع میخواد بگی که ببین هرچه اینجا اتفاق میفته درسته کتاب مقدسیه کاریتون نباشه در آیه 17 هست فکر کنم یه بار دیگه میخوام بکنم 16 مگر نخواندید که بر زبان کودکان و شیرخارگان هم دو ستایش را جاری ساختی اینجا عیسی مسیح داره از زبان بچه ها حتی میشنوه این رو و میگه این هم حتی نبابت شده در موردش این هم اوکیه و هیچ مشکلی نداره بعد از اونجا از شهر خارج میشه الان بریم توی آیات 18 تا 22 که بار اولی هست که عیسی مسیح لعنت میکنه معمولا همیشه برکت داده شفا داده بلند کرده قوت بخشیده الان دیگه این داوری کم کم داره بیشتر و بیشتر میشه و میبینیم که اینجا برای بار اول داره لعنت میکنه یک درخت رو 18 تا 22 بامدادان عیسی در راه بازگشت به شهر گرسنه‌شد در راه درخت انجیر دید و به سوی آن رفت اما جز برگ چیزی بر آن نیافت پس خطاب به درخت گفت مباد که دیگر هرگز میوه از تو به بار آید در همان دم درخت خوش شد شاگردان که از دن این واقعه حیرت کرده بودن از او پرسیدند چگونه درخت انجیر چنین زود خوش شد عیسی در پاسخ با آنان گفت آمین به شما میگویم اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید نه تنها میتوانید آنچه بر درخت انجیر گذشت انجام دهید بلکه هرگاه به این کوه بگویید از جا کنده شده به دریا افکنده شد چنین خواهد شد اگر ایمان داشته باشید هر آنچه در دعا درخواست کنید خواهید یافت آمین. بسیار زیبا آمین در ارمیا هشت در هوشع نه در هوشع شونزده و خیلی جای دیگه اشاره شده به درخت انجیر که نشانه اسرائیل هست پس هر جا درخت انجیر در مورد میخونیم اکثر مواقع لیست داره اشاره میکنه به اسرائیل پس اینجا در لوقا سینزده پنج تا هفته بذارد من بخونم میگه اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد سپس این مثل را آورد مردی درخت انجیری در تاکستان خود کاشت چون خواست میوه آن را بچیند چیزی بر آن نیافت پس به باغبان خود گفت سه سال است برای چیدن میوه این درخت میایم اما چیزی نبیابم. آن را ببر تا خاک را هدر ندهد اینجا در واقع عیسی مسیح این نمونه رو میاره شاید به این دلیل که بگی ببین من سه سال اینجا هستم دارم خدمت میکنم ولی هیچ میوه ای نیست نمیبینم میوه و اینو باید ببریم از بین بره الان جایی هست که زمانش اومده که بله انگار میوه نمیده و این درخت انجیر باید اصلا خشک بشه باید لعنت بشه این طور که پیداست و برای همینه که اینجا این اتفاق میفته اون موقع اصلا فصل میوه دهی نبود درسته؟ پس چطور درخت انجیر اونجا الان؟ درسته درخت انجیری که بود اصلا قرار نبود انجیر بده چون تابستون نبود <تصفح> <تصفح> ولی عیسی مسیح چرا میگه اینجا انجیر نیست؟ چون که درخت انجیر قبل از اینکه انجیر بده یه برگ هایی هست که از خودش بیرون میده و با برگ ها میاد انجیرهایی هایی که بهش میگن انجیر بهاری پس این انجیر بهاری باید باشه که نشانه اینه که این مسلما میشه انجیر و معمولا یا همیشه میتونم بگم که با این انجیر بهاری برگ هم ظاهر میشه الان برگ بود ولی انجیر بهاری در کار نیست و عیسی مسیح در واقع اینو میخواد بگه که ببینید برگ هست در اسرائیل در این درخت انجیر معبد داریم دعا داریم قربانی داریم روز فسح و عیدهای دیگر رو داریم خداپرستی پرستی هست و نمیدونم همه اینا به جای خود هست عید سبت و عیدای دیگر نگه میدارید برگ اینا همش کو میوه ایمانتون کجاست اصلا این نیست پس این خشک میشه کار و این اتفاق میفته بریم به ببینم اگه چیز دیگه اینجا باید بگم یا نه همه چیز گفته شد نه بریم به آیه آیات 23 تا 27 آنگاه عیسی وارد محوطه معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت در این هنگام سران کاهنان و مشایخ قوم نزد او آمدند و, آمدن و گفتند به چه حق این کارها را میکنی چه کسی این حق را به تو داده است عیسی در پاسخ گفت من نیز از شما پرسشی دارم اگر پاسخ گفتید من نیز به شما میگویم به چه حق این کارها را میکنم تعمید یحیی از کجا بود از آسمان یا از انسان آنها بین خود بحث کردند و گفتند اگر بگوییم از آسمان بود به ما خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید و اگر بگوییم از انسان بود از مردم بیم داریم زیرا همه یحیی را پیامبر میدانند پس به عیسی پاسخ دادن نمیدانیم عیسی گفت من نیز به شما نمیگویم به چه حقی این کارها را میکنم من توجه کردم که اونهایی که سوال میپرسن از ایمانداران یا از خادمین سوال میپرسن که گیرشون بندازن که فقط با انگیزه اشتباه سوال رو میپرسن که مثلا نابودشون بکنن معمولا جوابی نمیگیرن حتی اگه جواب داده بشه جواب هیچی حاصلشون نمیشه چون که اصلا با دید اشتباهی مدن بینش و دیدگاه اشتباهه چرا که نمیخوان واقعا یه چیزی یاد بگیرن جواب نمیخوان اصلا برای جواب نمیمدن سوالشون برای جواب نیست سوال برای کوبیدن هست سوال چکشه و اینجا چنین سوالیه که از ایسای مسیح میپرسن و عیسی مسیح چون که میدونه انگیزه اشتباهه میگه ببینید یحیا جریانش چیه اونم فهمیدن اگه بگن از انسان بود خب خیلی عصبانی میشن سر این رهبرا چون که اونا باور داشتن که از طرف خدا بود اگه من از طرف خدا بود پس چطور اجازه دادن که اینقدر راحت هیرودیس بیاد بکشه یا یه, یه, یه تمید رو پس جواب نمیدن و در واقع عیسی مسیح یه جورایی میخواد بگه که ببینید یحیی و خدمتش رو و تعلیمش رو قبول نکردید من هم قبول نمی کنید و اون فرستاده شده خداوند بود قبول نکردید من هم فرستاده شده خداوند هستم قبول نمی کنید. اصلا جوابم نمیدم به شما اصلا جوابم بدن به هر حال براتون مهم نیست و الان به جای رسیده کم کم که عیسی مسیح دیگه مهربانی و نیکویی و محبت رو یه جورایی تقریبا داره میذاره کنار و راستی بیشتر اینجا داره دیده میشه مخصوصا که به آخرین روزها برای خدمتش رسیده اوایل خدمتش عیسی مسیح عمدن خیلی از ترمها رو استفاده نمیکرد مثل پسر خدا یا خیلی کارا شاید نمیکرد چرا که نمیخواست اون موقع مسئولش بکنن و میخواست وقت داشته باشه برای تعلیم دادن برای اون هدفی که اومده بود که پادشاهی و ملکوت آسمان پادشاهی و ملکوت خدا رو معرفی بکنه و تعلیم بده یا شاگردان رو آماده بکنه تربیت بکنه ولی الان که این اتفاق افتاده خیلی راحتتر در این مورد صحبت میکنم و خیلی راحتتر در مورد اون کسی که هست صحبت میکنم و همین هم باعث میشه که اتفاقا به صلیب کشیده بشه و مسلمه این همش در برنامه خدا بود بریم آیات 28 تا 32 تا 23 تا 27 رو خوندیم؟ بله خوندیم 28 تا 32 رو بریم نظر شما چیست؟ مردی دو پسر داشت نزد پسر نخست خود رفت و گفت پسرم امروز به تاکستان من برو و به کار مشغول شد پاسخ داد نمی روم. اما بعد تغییر عقیده داد و رفت پدر نزد پسر دیگر رفت و همان را به او گفت پسر پاسخ داد میروم آقا اما نرفت کدام یک از آن دو پسر خواست پدر خود را به جا آورد پاسخ دادن اولی ایسا به ایشان گفت آمین به شما میگویم خراجگیران و فاحشه ها پیش از شما به پادشاهی خدا راه مییابند زیرا یحیی در طریق پارسایی نزد شما آمد اما به او ایمان نیاوردید ولی خراجگیران و فاحشه ها ایمان آوردند و شما با اینکه این را دیدید تغییر عقیده ندادید و به او ایمان نیاوردید در مزمور 80 آیه 8 و نه میگه تا کی از مصر برآوردی و همینطور ادامه میده این آیه ها رو منظورش اینه که از مصر این قوم اسرائیل رو اوورده بیرون پس هر جا که تاک و تاکستان میبینیم داره در مورد اسرائیل و یهودیان داره صحبت میکنه پس اینجا در واقع اینو میخواد بگه خیلی واضح میگه یه نفر دو تا پسر داشت به یکیش میگه میری تاکستان کار کنیم میگه بله میرم ولی نمیره و میگه در واقع شما مذهبیون شما صدوقیان و فریسیان و کاتبین این هستین که مثلا بله گفتید ولی پیش کاری نمی کنید و اصلا ایمان هم نمیارید ولی یک کته دیگه ای هستن که میگن نه نمیریم اصلا هیچ براشون جالب نیست در مورد خدا و دانش خدا ولی وقتی که میشنون لمس میشن ایمان میارن یا شفا میابن تعلیم میگیرن و اتفاقا خداوند از اونها استفاده میکنه و اونها میرن و میدرخشن برای همین است که میگه اینجا فاحشه ها و دزدان و رازن نمیدونم چه گروهی میگفت اینها رو ولی در واقع اونهایی که خیلی به چشم پایین نگاهشون میکردن بذارید من اینها رو بخونم خراجگیران فاحشه ها که در واقع خیلی خیلی این دوتا رو به چشم پایین نگاه میکردن حتی پایین ترین بودن اونی که باجگیر بود یه جورای یهودی بود ولی در واقع برای روم کار میکرد و میومد از یهودیان دیگه خیلی بیشتر مالیات میگرفت که یه قسمتش بره تو جیب مبارک یه قسمتش بره برای روم و در واقع خائنین بودن خیلی مردم بعدش میاد که خود متا نویسنده این انجیل خودش باجگیر بود یه موقع <ặc> <swords> <samurai> و فاحشا به همین صورت ولی میگه حتی اونها که پایینترین گروه هستن خیلی هاشون ایمان آوردن و اون پسر دوم هستن پس این حتی بهتره از اینکه تو صدوقی و باشی و نمیدونم فریستی و کاتب و کاهن و کاهن اعظم باشی ولی اصلا نمیری و هیچ کاری نمی کنیم میدونید اینو میخوام تبدیلش بکنم به زندگی مسیحایی ما که شاید شما عنوانی ندارید کشیش محسا نیستی کشیش آنت نیستی کشیش آرگن نیستی شما ولی میتونی مثل یک خادم <applause> عمل بکنی <applause> جالب بود نه؟ <applause> <applause> میتونید مثل یک کشیش عمل بکنی حتی خیلی بیشتر نمیخوام بگم که کشیشان میتونن اینطور نباشن چون که لاقل اکثر خادمین و کشیشانی که میشناسیم خیلی خیلی وقف خداوند هستن و واقعا خدمت میکنن ولی میتونه باشه هر از کشیشی که فقط عنوانش کشیشه ولی هیچ کار خاصی هم نمیکنه حتی داره خرابکاری میکنه بیشتر و ما میتونیم جزو اون گروه دوم باشیم که شاید اول میگیم نه من نمیخوام وارد خدمت بشم من من نمیخوام ولی بعد خدمت میکنی و لمس میشی و تربیت میشی تعلیم میگیری و خدمت میکنی هیچ وقت عنوان اون نیست ولی بازداری حتی بیشتر خدمت میکنیم الان از اونجایی که وقت نخواهیم کرد که بقیه رو بخونیم بعدا ادامه میدیم ولی بیایید جنبندی بکنیم ما خوندیم در مورد این درخت انجیری که خشک شد و عیسی مسیح انگار میگه من سه سال مهلت دادم شنیدید ولی ایمان نیاوردید عیسی مسیح خداوند هیچ وقت نمیاد ناعادلانه بدون عدالت داوری بکنه و نابود بکنه به هیچ وجه این نیست خداوند ما یه عده ای هستن که میگن که خداوند مردم رو جهنم میفرسته حتی اگه مثلا طرف نابینا ناشنوا لال مغزش هم کار نمیکنه با این وجود اصلا هیچ وقت نشنیده حتی اگه میشنید کلام خدا رو نمیفهمید خداوند این افراد رو میفرسته جهنم چون که فقط از طریق ایمان به عیسی مسیحه که میری بهش و اینم نمیشه هیچ جایی کلام ننوشته چنین چیزی که برای چنین کسی چه اتفاقی میفته ولی از اون صحنه و تصویری که عیسی مسیح خداوند به ما ما میفهمیم که این نیست و او عادلانه ادالت میکنه حالا اونی که کلام خدا رو نشنیده چی میشه نمیدونم ولی میدونم که خداوند عادلانه با او برخورد میکنه منی که شنیدم من باید به فکر خودم باشم و اینجا میبینیم که عیسی مسیح با عدالت میگه می که ببین سه سال شنیدین هیچ اتفاقی نیفتاد میوه هم نمیده برگ فقط هست میوه در کار نیست پس این خشک میشه و گفت که مواظب باشید که خانه دعای کلیسا رو تبدیل به لانه راهزن لانه راه زنان نکنید و ما هم چقدر باید مواظب باشیم که خیلی وقتا خدمات ما تبدیل به بیزنس نشه من خودم تقریبا مثلا از امروز تا سه ماه دیگه من هر جمعه شنبه خارج از شهر هستم برای خدمت همیشه این از خودم سوال میکنم و خانم من همیشه بهش گفتم همیشه منو چک کن من آیا برای خدمت میرم یا نکنه مثلا میرم چون مردم مثلا سی میخرن بالاخره میشنون برکت میگیرن میکنن نکنه از این چیز خوشم میاد میرم این نباید باشه باید خدمت خداوند باشه پس خودمون هر کس خودش رو چک بکنه و اگه ببینه که نه شاید دلیل داره کم کم عوض میشه مبازه باشه که تبدیل به لانه راهزنان نشه حتی خدمت و این خطر همیشه برای همه ما هست من چون میدونم برای من هست خودمون مراقبت میکنم با افرادی که کنار خودم چیدم چون میدونم همه ضعیف هستیم همه گناهکار